از اسحاق ابن حسون سند خودش از اسبدق ابن نبات نقل میکنه. امیرالمومنین به ما امر فرمود که از کوفه به مدائن برویم. روز یکشنبه ما به راه افتادیم. در میان راه از میان ما عمرو ابن حریث و اشعث ابن قیس و جریر ابن عبدالله به جلی با 5 نفر دیگر جدا شدن و به سوی رفتن که در هیره بود. خوب گوشو و به آن خورنق میگفت، جایی که میشد بشینی آبی داشته باشه، سایه داشته باشه. آن 8 نفر در خورنق در وقت ظهر که نشسته بودن مشغول نهار خوردن بودن که یه ضب با زاد به سوسمار که از جلوی آنها گذشت آن را صید کردن. عمرو بن حریث دست سوسمار را باز کرد و به همراهان خود گفت با این سوسمار بیعت کنید، این امیرالمومنین شماست. بیعت کنید این امیرالمومنین. آن 8 نفر با آن سوسمار بیعت کرد و سپس آن را رها کرد و گفتن علی ابن ابی طالب چنین میپندارد که از علم غیب اطلاع دارد. ما اینک او را از امارت مؤمنان خلع کردیم و به جای او با ذبی با سوسماری بیعت کردیم. حرکت کردن تا روز جمعه مدائن رسیدن و داخل مسجد شد. در هنگامی که امیرالمومنین بر بالای منبر خطبه میخوند و فرمود رسول خدا برای من احادیث بسیاری را سرن گفته است که در هر حدیثی از آن احادیث دری است که از آن یک در 1000 در دیگر گشوده می شود، یعنی هر کدومشو من باز بکنم همینطور. خداوند تعالی در کتاب عزیز خود فرمود یوم ندعو کل ناس به امامهم، روز قیامت روزی است که ما در آن روز هر دسته و جمعیتی از مردم را با امام خودشان می خوانیم و من به خداوند قسم می خورم که در روز قیامت 8 نفر از این امت محشور می شوند در حالی که امام آنها سوسماریست که پیش آنها می روند و اگر بخواهم نامهایشان را می برم. اینا تو مجلس نشسته بودن تا همون نماز جمعه. در این حال رنگ از چهره هایشان پرید و بند بدنشان می لرزید. عمرو ابن حریث مانند شاخه برگ درخت خرما تکان می خورد و لرزه رعشه گرفته بود اونجا از شدت ترس و وحشت و دهشت. گفت به خدا قسم میبینم پشت سر سوسمار محشور. به کی دل دادی؟ از سمت دیگه من و شما تو آخرت با اماممون محشور میشیم به شرطی که بشناسید. با اون کسی که حبشو دارید. با کی محشور میشید؟ با اون کسی که شناخت نسبت بهش، معرفت نسبت بهش دارید، تعصبشو میکشید، با اون محشور میشید. یعنی باید دائم زندگیمون و جهت زندگیمون رو سمت امام باشند. یا اومند کلون سمت امام همون.